اسبا هم گاهی میتونن مست کنن. زمانی برای مستی اسبا رو ببینید در آپارات. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. زندگی در ارتفاعات و کوهستان سختی های بسیاری داره. این سختی ها وقتی بیشتر میشه که در منطقه ای بدون امکانات و فرق زده باشه و ساکنانش برای به دست آوردن هزینه زندگیشون مجبور به قاچاق و یا سایر کارهای سخت باشن. این اتفاقی است که در مرزهای غربی و شرقی ایران بسیار رخ داده، اما در منطقه کردستان با مناطق سخت گذرش این نوع زندگی بیشتر به چشم اومده، اون هم به خصوص با فیلم‌هایی که بهمن قبادی از این منطقه ساخته. پیشتر اومده این فیلم‌ها هم زمانی برای مستی اسب پا هست، فیلمی که در سال 1378 ساخته شد و جایزه دوربین طلایی رو از فستیوال کن برای بهمن قبادی در سال 2000 به همراه داشت. بهمن قبادی بعد از تجربه ساخت چند فیلم کوتاه داستانی و مستند، فیلم کوتاهی ساخت به نام زندگی در مه درباره شرایط سخت کودکان در کردستان. درخشش این فیلم در جشنواره‌های جهانی فیلم سبب شد که امکان ساخت فیلم بلندی در همین زمینه براش فراهم بشه و بهمن قبادی زمانی برای مستی اسب‌ها رو به عنوان اولین فیلم سینمایی بلند خودش به دنیا عرضه کرد، فیلمی که راه او رو در جهان سینما باز کرد و مقدمات موفقیت‌های بعدی این فیلمساز سخت گوش و با پشتکار رو فراهم آورد. برای گفتگو در مورد این فیلم از بهمن قبادی دعوت کردیم که از راه دور با ما باشه. خیلی خوش اومدیم به برنامه این هفته آقای قبادی. خب زمانی برای مستی اسب پا رو ببینیم از بهمن قبادی، بعد با او درباره این تجربهش صحبت میکنیم. اسم چیه؟ آمنه. زمانی برای مستی اسب‌ها، برنده دوربین طلایی از جشنواره کن. ساخته بهمن قبادی. فیلم مستند ساختم به نام زندگی در مه. بعد که فیلمو دیدم این پتانسیل ساخت فیلم بلند رو داره. من فقط حس و حالمو بردم اونجا، با اونها قصه هاشونو به من گفتم و من دوباره جلوی دوربین خودشونو زندگیشونو دوباره بازسازی کردم. وقتی که پشت ویزور دوربینم وای میستم، تمام کاراکترام باید بخش از وجودم باشن، باید قبلا تجربهشون کرده باشم. از سینمایی میام که آدم هام، مادرم بوده تو فیلم هام، خواهرم، صاحب خونم، بچه صاحب خونم، همسایه هام. در اوج بیپولی رفتم از این آدم ها استفاده کنم که فیلمم رو بسازم و یاد گرفته بودم چجوری میشه با آماتورها راحت تر کار کنم. دلیلی که این فیلم تأثیر میذاره چون با آدم های واقعی سر و کله میزنی، سر و کار داری. فیلم زمانی برای مستی اسب ها رو دیدیم، ساخته بهمن قبادی. فیلمسازی که پس از ساخت فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد مجبور به خروج از ایران شد و اکنون در خارج از مرزهای ایران فیلمسازیش رو دنبال میکنه. فیلم تصویر روشن و بیواسطه‌ای بود از یک وضعیت انسانی در شرایط سخت. شکل مستندوار فیلم و شیوه استفاده از دوربین و استفاده از آدم های واقعی و همچنین طبیعت بکر کردستان هم فیلم رو بسیار باورپذیر کرده بود.
بهمن قبادی همراه با ما هست تا بیشتر درباره این فیلم بدونیم. آقای قبادی، حالا که با فاصله چندین و چند ساله به این فیلم نگاه کنید، حس و حالتون نسبت به این فیلم چی هست؟ خب من اصولا فیلمامو دوست ندارم، مگه اینکه یه سکانس یا دو سکانس از هر فیلمی، و بعد از ساختن فیلمم هم یه بار بیشتر نمیتونم فیلمامو ببینم. به این دلیل خیلی خوشحال نیستم حقیقتا، ولی باز تو دلم میگم آها خوشحالم، چون داریم در مورد فیلمی حرف میزنیم که تقریبا 19 سال پیش 20 سال پیش ساختمش، و یه جور ورقی برمیگردیم به عقب، یه ذره بعضی از خاطرات برای من تازه شه، و یکم در مورد جایی حرف بزنیم که الان وضعیتش بدتر از روزیه که من این فیلم رو اونجا ساختم. وضعیت زندگی اقتصادی مردم اونجا بدتر از اون موقع است. اون زمان چطور شد که رفتی سراغ ساخت این سوژه و این فیلم؟ فیلم کوتاه زیاد می ساختم. یه بار مراجعه کردم به استانداری کردستان، دکتر عبدالله رمضانزاده نازنینی بود اونجا، استاندار وقت بود. من می‌خواستم یه فیلم مستند برای استانداری بسازم، ایشون به من گفت که بهمن یه داستانی از اونجا باید اون منطقه رو ببینی. وقتی که رفتم دیدم اصلا قبلا اونجا من سالها زمان جنگ اونجا آواره بودم، و دوربینم رو برداشتم یه فیلم مستند ساختم به نام زندگی درمه. بعد که فیلم رو دیدم این پتانسیل ساخت یک فیلم بلند رو داره، و دوربین رو برداشتم با دوستای خوبم از جمله ساید نیکزاد، فیلمبردار و عکاس برجسته ایرانی، دوست خیلی خوبم، و چند تا از دوستای دیگه خانواده‌ام. رفتیم تو روستا و دو تا زمستون اونجا وقت گذروندیم تا بتونیم این فیلم رو به پایان برسونیم با نیم صفحه آیدیا. و همیشه میگم بیشتر سناریوم و مردمای همونجا به من دادن، من فقط حس و حالم رو بردم اونجا و اونها قصه هاشون رو به من گفتن، و من دوباره جلو دوربین خودشون و زندگیشون رو دوباره بازسازی کردم. کاراکترها و شخصیتها توی فیلم خیلی خیلی باورپذیر هستن. چقدر از این اتفاقاتی که توی فیلم رخ داد واقعی هست، و چرا بر این ساختار مستند و در حقیقت مستندوار بودن اینقدر توی فیلم تاکید داری؟ ببین، وقتی که پشت ویزور دوربینم وای میستم، تمام کاراکترام باید بخشی از وجودم باشن، باید قبلا تجربهشون کرده باشم، بخشش اینه. و دو، از سینمایی میام که آدم هام، مادرم بوده تو فیلم هام، خواهرم، صاحب خونم، بچه صاحب خونم، همسایه هام. در اوج بیپولی رفتم از این آدم ها استفاده کنم که فیلممو بسازم، و یاد گرفته بودم چجوری میشه با آماتورها راحت تر کار کنم. دلیلی که این فیلم تأثیر میذاره چون با آدم های واقعی سر و کله میزنی، سر و کار داری، و با آدم های حرفه‌ای نیست که مثلا فلان بازیگر حرفه سینما ایران رو بیارم و بکنمش یه دکتر یا معلم توی مدرسه دور افتاده. باورپذیری سخته، و برای من اصل باورپذیری مهمترین چیزی هست که تو فیلم هام باید بیاد و تو حسش کنی. از قصه واقعی میام، از داستان ها، از گذشته هام، از گذشته های خانوادم، اطرافیانم، برمیدارم تیکایی از این حس و حالو و میارم به توی زمان حال، و باید اونها دوباره از نو بازسازی بشه. یعنی زمان حال باید منو برگردونه به اون روزهای ایام کودکی یا نوجوانی. و قصه این فیلم یا روایت این فیلم از زبان آمنه گفته میشه، و در حقیقت آمنه راوی ماجرا هست برای ما، حتی در جایی که خودش هم نیست. چطور شد که از بین اون شخصیت ها، از بین اون بچه ها آمنه رو پیدا کردی، یا آمنه رو انتخاب کردی که راوی قصه باشه؟ آمنه به شخصه مظلومترین آدم توی فیلمم بود. آمنه یادآور عکسای کودکی مادرم بود. آمنه رو انتخاب کردم که دوباره کودکی مادرم رو در فیلم هام بیارم. و سینما ماجیک و معجزه سینما اینه که میتونی گذشته رو دوباره زنده بکنی. اون زمان چقدر به در اختیار گرفتن حس و احساسات تماشاچی فکر میکردی، و اینکه این شرط خاص در واقع احساسات تماشاچی رو درگیر خودش میکنه؟ فیلم پر از حس و حال هست، و انگار پاش رو میذاره روی گلوی تماشاچی و رها هم نمیکنه. خودت اینجور فکر نمیکنی؟ به پای دیگران رو گلوم بوده وقتی که این فیلم رو ساختم حسن جان. یعنی آزار و اذیتی که من دیدم توی فیلم سازی بچه های دیگه دیدن توی ایران، ولی من جز تو به هر خود فیلم ساز بودی، من با تو فیلم ساختم، من توی همدان کنار تو با فیلم های تو بودم و با هم همکار بودیم. تو میدونی چه از سختی میکشیم. حالا بلخص اگه کرد باشی، اگه سنی مذهب باشی، شرایطت قطعا سختتر و سختتر خواهد بود.
پای دیگران، پای وزارت ارشاد، اداره سانسور رو گلو بود. از اونجا میاد، گلو تو فشار میدن و تو میای این داد رو میاری توی صورت آدم ها، روی فریاد کاراکتر ها. کودکی مثل ایوب بوده، لب مرز کار کردم، شرایط اقتصادی سختی داشتیم توی دوره ای از زندگیم. وقتی که از 18 سالگی یه جورای سرپرستی خانوادم رو به عهده گرفتم، از درد میام و دردم میاد توی فیلم ها و سردی میاد توی فیلم ها، ولی همچنان پر امیدم، همچنان که این فیلم هم همچنان با امید داره تمام میشه، یعنی خیلی ناامید نیست. کارکرد خورده داستان هایی که توی فیلم استفاده کردی، مثل اتفاقای حاشیه‌ای که در قهوه خونه میگذره یا در بقیه لوکیشن ها، از نظر خودت در این فیلم چی بود؟ ببین هر خورده داست، من به سو سینما الان فیلم جدیدی که ساختم همین قصه رو داره میگه، شخصیت های فرعی یه جایی مهمتر میشن، یعنی الزامی نیست که کسی که بیشتر جلو دوربین بوده حتما قهرمان قصه تو باشه. اینقدر قصه دارم که دیگه بعضی وقتا واقعا آدم کنتوش از دست میده. تو جیبم همیشه قصه است، نه من، تمام کردها در هر خونه، هر کردی رو بزنی در رو باز کنی بگی یه قصه بگو، بدون که کلامی بگه قصه برات میگه، نه فقط کردا، کل آدم های ایرانی. کردا بلخص چون شرایط سختی رو تجربه کردیم. در مورد این فیلم اینم خواستم اضافه کنم که تجربیات جالبی رو برای من به همراه داشت که این روزها همه اونها رو در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم شیر کردم با بچه ها، تا یه جور ورکشاپ غیر کلاسیکی باشه که بتونی به هم دیگه انگیزه بدیم، چون امروز بچه های نسل امروز ایران یکم ناامیدتر از همیشه دیدمشون و احساسشون کردم. فیلم خیلی فیلم موفقی بود در زمان خودش و هنوز هم به یادها مونده. نمیخوای به فیلمسازی در این فضا برگردی؟ ببین من از ایران رفتم کردستان عراق، فکر کردم اونجا مدینه فاضله منه. نازنین ترین کردهای دنیا رو من توی اربیل و سلیمانی و شهرهای کردستان عراق دیدم، ولی زیاد توجه نمیشد به جان فیلمسازی. الانم نمیشه، ولی امیدی الان اومده اونجا. من سخت تلاش کردم که توی کردستان عراق موفق شم. الان بین نیویورک، برلین، مکزیک در رفت آمدم و سعی میکنم داستان هامو با همون حسالای کردستانم هم تو قصه‌های موزی بیارم. الان فیلم جدیدی هم که ساختم توی ترکیه، ساختم توی استانبول، در مورد قهرمان بازی کرد به زبان ترکی و کردی ساختم. فکر میکنم حسم اینه، یعنی هیچ جا فیلمامو دوست نشه، ولی این فیلمو بهش خیلی نزدیکم، شاید به خاطر که تو قربت ساختم، به خاطر که زبان ترکی اصلا نمیفهم، ولی فیلم خیلی به روح و روان من نزدیکه. و الان پروژه جدیدم ریمیس هست و با تایپانده جدید که پیدا کردم، امیدوارم بتونم هر سال یه فیلم بلند داشته باشم و بیشتر دوستم کمک کنم به جریان فیلمسازی در نه کردستان، در مناطق محروم. یعنی برام مهم نیست، من همیشه گفتم ایران وطن منه، کردستان قلب منه، تمام وجودم ایران، قلبم کردستانه و من هیچ وقت جدای طلب نبودم و نیستم. حکومت ایران این انگو به من، به خیلی ها میدن به خاطر اینکه یک دلیلی داشته باشم برای تنبیه کردنت و یا بیرون راندنت از کشور. اون اندازه من ایرانی هستم که هیچ کدوم از دولت مردان و رهبران و مسئولین جمهوری اسلامی ایران امروز ایرانی باشن نیستن، اون اندازه نیستن که من و امثال من هستن. برای کردها فیلم میسازم، برای به صدای اونها رو به گوش دیگران رسوندن کار میکنم، چون خیلی زیر سلطه و رنج هستیم و ستم هستیم فقط به دلیل اینکه کرد یا سنی هستیم. خیلی ها تحت فشارم، ولی سنی مذهب ها به خصوص تو سیستان و بلوچستان از جمله اونجا هم زیر فشار هستن جان. و برای اونها دوست دارم، اگه به من میگم فیلمساز کجایی، دوستم بهم میگن یک فیلمساز کرد ایرانی و دارم برای کردها میخوام قصه بگم، چون سینما ایران فیلمساز زیاد داره، ما کردها فیلمساز کم داریم به خاطر اینکه هیچ سرمایه گذاری برای سرزمین من نشده و پولی که برای منطقه من باید خرج بشه متاسفانه به بیرون برده میشه برای خرج و سرمایه گذاری برای قدرت گرفتن بیشتر و بیشتر دولت مردان امروز ایران. خب خیلی ممنونم آقای قبادی برای حضورتون در برنامه این هفته آپارات. وقتی برای ادامه گفتگو نیست، از طریق همین راه‌های ارتباطی که اینجا داره زیر نویس میشه، شما برای ما بنویسید که فیلم رو
چطور دیدید و چه تجربیات مشابهی دارید. تا هفته آینده و یه برنامه دیگه، بدرود و پاینده باشید.